خدا رو شکر. بازم یه دست بزنید برای این خادمین خداوند، برای خودتون، برای عزیزانی که میدونم هم دیروز در تظاهرات بودید، هم امروز در حضور خدا هستید. چقدر زیباست، هم اون خوبه هم این، چون کلیسای پسخون مسیح در طول این سالها که الان بیش از 13 سال شده، البته توانستیم با هدایت خدا، با رویایی که داشتیم، ما بتونیم برای ایران نیز بیستیم، برای مردم ایران ایستادیم. بسیار لطمه ها خوردیم، آسیب ها به ما زدن، ولی خداوند ما رو بلندتر کرد و امروز رو سفید هستیم در حضور خداوند. هرچند جنگ روحانی بسیاری داشتیم و در این جنگ تشویق کردیم، همیشه در دعا بودیم، الان هم هستیم. همین حالا عجیب هست، اگر شما عزیزان ببینید روی یوتیوب، روی اینستاگرام، روی فیسبوک، همه جا شما تصویرها و فیلمهایی رو میبینید که نظام اسلامی چقدر وحشیانه با ملت ما داره برخورد میکنه. اما ما چند روز پیش روی یوتیوب برنامه داشتیم که تمام این برنامه تظاهرات ها رو خود یوتیوب هم هست، از اونجایی که ارتش سایبری یکی از دشمنان ما از ابتدا بودش و به طور خاص با خود من روی سایت ها همیشه بر علیه من نوشته، خب اونها هستن. حتما توی یوتیوب، توی اینستاگرام، روی حتی فیسبوک جمهوری اسلامی نفوذیاری رو داشته. ایمان دارم که لو خواهند رفت و اینگونه نیستش که بازم بمونن. دیگه این روزها روزهایی هست که دارن این مزدوران جمهوری اسلامی لو میرن. ما براشون دعا کردیم ولی وقتی قلبشون لمس نشده، حالا دیگه زمانی هستش که باید پس بدن، جواب باید بدن. اینگونه نیستش که بگیم برای اینها میتونه در تمام مدت‌ها از طرف ما دعاها باشه. دعاهای ما این هست که در نام عیسی مسیح نظام اسلامی سرنگون بشه و هر قلبی که درک درست از زندگی روی زمین رو داره اینو میفهمه. اگر این درک رو نداره، نه، همش دیدگاهش زندگی خودشه، آرامش خودشه، امنیت خودش است. و امروز ما شاهد هستیم که حقیقتا روح خداست این یکدلی رو ایجاد کرده. در طول این سالها نبود، این قدرت و این قوت روح القدس است. من این ایمان رو دارم که این یکدلی رو چه داخل ایران و چه خارج ایران آماده کرده، قلب‌ها در مسیر اراده او قرار بگیرن. چرا که اولین برکتی که خدا به انسان داد چی بود؟ آزادی بود. برابر آزادی بود. اگر آزادی نبود، خداوند کاملا شرایط سختی رو ایجاد میکرد برای آدم و حوا که در باغ عدن بودن گناه نکنه، اما این کار رو نکرد. انسان رو آزاد آفرید، تحت اختیار خودش تصمیم گرفت. امروز هم من و شما آزادیم، حتی در مسیح ما امروز این آزادی رو داریم. چگونه میخوایم زندگی کنیم؟ برای همین هستش که ما فرقه های مختلفی در مسیحیت داریم. هر کس یک نگرش خاص خودش رو نسبت به مسیح داره، نمیخواد جور دیگه، حتی نمیخواد مثل کلام خدا فکر کنه، نمیخواد مثل واعظ اون چی داره از کلام میگه نیز بخواد تفکر کنه. پس خدا آزادی هیچ انسانی رو نمیگیره، آنچه که خدا داده هرگز نخواهد گرفت. و امروز ما میبینیم که خداوند این فیض رو به ایرانی ها داده. تشویقتون میکنم باشید در کنار مردم باشیم، و اگه درک اون مادر و اون پدری که بچه‌ش رو دست داده، اون خواهر و برادری که خواهر و برادرش رو دست داده یک لحظه داشته باشیم، میبینیم کاری نمیکنیم. مگه تو تظاهرات میریم؟ کاری نمیکنیم. مگه کلیسا میایم دعا میکنیم؟ کار شاخداری نمیکنیم. مگه روی فیسبوک مطلبی رو مینویسیم؟ روی اینستاگرام مینویسیم؟ روی یوتیوب مینویسیم؟ ولی یوتیوب ما رو چند روز پیش هک کردهش خود یوتیوب، فقط به خاطر این فیلمایی که ما نشون میدیم. شما ببینید چقدر دردآور هست. حالا جالبه رو خیلی از شبکه‌هایی که دارن پخش رو یوتیوب هست هنوز اینها، ولی ببینید چه جنگی دارن. یعنی شیطان با ایرانی‌ها داره میجنگه، و اون جایی که من و شما خودمون رو میتونیم تقویت کنیم در حضور او، آرامش و صبر رو بگیریم، همین خانه خدا هست. خانه‌ای که نام حقیقی او رو عنوان میکنیم، که نامش هست یهوه، نامی که به ما نشان دهنده محبت او هست، رحمت او هست، همه رو دوست داره. هیچ کسی نیستش که خداوند از چشم عشق نسبت به اون نوع دیگه ای فکر کنه، آنچه که در کلام خدا آمده. همه از دیدگاه خدا فرزندان هستن، چرا کلام خدا میگه من باران خودم رو، نور خودم رو بر خوبان و بدان، هیتلر، خامنه ای، میریزه. چون خدا دوست داره اونها نجات پیدا کنن. پس دیدگاه خدای حقیقی و خدای زنده
این هست. بازم سپاسگزار هستم که با ما هستی، سپاسگزار از تمام خادمین خداوند و از این پرستش‌های زیبا. آیا در جمع ما کسی هست اولین بار هست تشریف آورده؟ اگر مایل هستید خودتون رو معرفی کنید. هرچند بفرمایید خواهش می‌کنم. آخ جانم لطف کردید، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. خدا عزیزم، خدا رو شکر، خدا رو شکر. آیا هستن کسای دیگه؟ بسیار عالی. خدا رو شکر میکنیم برای مسیح، برای خداوندمون، برای فیضش، برای رحمتهاش که دلیلی شده که همه ما کنار هم باشیم در هر موقعیت ژنی که خودمون فکر میکنیم هستیم. شمعون عزیزم میگه من آشوریم، من ارمنیم، من ایرانیم. آمین. همه ما فرزندان خدا هستیم مطابق کلام خداوند. همه ما اگر این کلام رو ما باور داریم، ایمان داریم، فرزندان نوح هستیم و همه ما حقیقتا خواهر و برادران هستیم با هر باور و هر اندیشه‌ای که در ذهن ما هستش. و اون تصویری که در ذهن انسان هاست معمولا نسبت به کلیسا، نسبت به مسیح و حتی چه مسیحی یا چه مخاطبین، همه در این باور هستند که پیام مسیح، رسالت مسیح، حتی رسولان مسیح همه در یک جایگاهی هستند تا آورنده صلح و سلامتی باشند، شادی و خوشی باشند، سلامتی و بی‌نیازی باشند، امنیت و خیرخواهی باشند. و همین تمام نیکویی ها، این حقیقته، حقیقتی است که خدا انسان را آفرید به خاطرش، اما واقعیت نیست. واقعیت این هست که امروز درش هستیم. سختی ها، رنج، تلخی ها، حسادت ها، کینه ها، بدی ها، اینها واقعیت هستند. اما مسیح آمد تا آنچرا که در عهد عتیق بود، مسیح برای پیروان و مریدان خودش موضوعی رو نیاورد که جدا باشه کاملا از عهد عتیق. همون عهد را مسیح با خون خودش اینک مهر میکنه برای تمام کسانی که پذیرش انجیل یوحنا 3:16 رو دارند، که خدا آنقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسر، پسر یعنی به شباهت، شبیه خدا، نه در موقعیت فیزیکی، موقعیت روحانی. همون گونه که خدا میخواد من و شما در موقعیت روحانی هر روزه شکل او بشیم، به شباهت او بشیم. این رو درک کنه که مسیح بهر گناهان بشریت، بهر گناه من روی صلیب مرد اما قیام کرد تا من هلاک نشم، با ایمانم به عیسی مسیح بتوانم با نگاهی که به اون میکنم از قوت روح القدس پر بشم، چرا که وجود من بعد از ایمان مسیح پاک خواهد بود تا روح خدا در من قرار بگیره و پیوند روح القدس با پیوند روح حیات من. همه انسان ها روح حیات رو دارن اما همه انسان ها روح القدس رو ندارن مگر به مسیح ایمان بیاورن. و وقتی مسیح ایمان میآورند مطابق کلام خدا، روح حیات با روح القدس پیوند میخوره و این شخص اگر رسول هست، وقتی که جسمش رو بر زمین میگذاره، این روح القدس هست که رسول رو نزد خدا میبره، چرا که روح خدا فقط نزد خدا میتونه باشه. پیام مسیح این هست، پیام انجیل این هست، پیام خادمین خداوند این هست. اما پیام این نیست که چون ما در مسیح هستیم مشکلات و سختی ها نداریم، ما نمیتونیم غمگین بشیم، ما نمیتونیم ناراحت بشیم، ما نمیتونیم نسبت به بی‌عدالتی بی‌توجه باشیم. هرگز این پیام نبوده و نخواهد بود. حتی پیام این نیست که اگر من و شما به مسیح ایمان آوردیم بی‌گناه باشیم. هرگز چنین چیزی نیستش. پیام این هستش که خداوند مطابق فیضش روح القدس رو به من و شما داد و اون میز ایمان رو داشته باشیم. میز ایمان، عزیزان یادتون هست من گفتم بروشور تا زمانی که این شرایط هست بروشور اصلا به دلم نیست بیارم، دروس رو سعی نمی کنم
ریتم بدم، چون واقعا منتظرم تا روح القدس به من بگه بیشتر دعا کنیم، بیشتر پرستش کنیم. به بچه‌ها هم گفتم من این روزا آروم نیستم، نمیتونم آروم باشم. نمیدونم شما هم، حتما شما هم دلاتون این هست، ولی واقعا سخته برام این آرامش. خدای شکر در حضور خدا کمال خوشی هاست، ولی چگونه هست نمیفهمم. چرا ما ایران رو نمیتونیم فراموش کنیم؟ نمیدونم چرا مردممون رو نمیتونیم فراموش کنیم، چرا دوستانمون رو نمیتونیم فراموش کنیم. ولی ایمان دارم این غیرتی که خدا به من داده و به این کلیسا داده، به خادمینش داده، بایستن. امروز من و شما با پیام حقیقی مسیح اگر زندگی کنیم، میز ایمان رو داریم. بازم سپاسگزار هستم اومدید. اول به خاطر اینکه قوت روح القدس رو در خودتون کامل میکنید. میز ایمان برای فرزندان خدا، دعا، پوری روح القدس، برابر خدمت، برابر و کلام خدا. این به ما کمک میکنه که ما در مشارکت با مسیحی‌ها باشیم. این به ما کمک میکنه تا ما در کلیسای مسیح باشیم، بی تفاوت نباشیم. حالا قابل درک گاهی ما به خاطر سختی‌ها و مشکلاتی شاید یک دو هفته نتوانیم بیایم. اون نیست، منظور من اون نیست، داوری نیست. اما این بر این نیست که مسیح و مسیحیت و انجیل آمد که دیگه روی جهان هیچ مشکلی نباشه. انجیل یوحنا 16:33 مسیح میگه من نمیگویم مشکلات و سختی‌ها نیست، هست، اما همانگونه که من پیروز شدم. پیروزی مسیح به خاطر الوهیت الهیش بود. ما مسیحی نیستیم که مذهبی بشیم، اتفاقا ما مسیحی هستیم یه نفر بلند بگه که چی باشیم؟ که لا مذهب باشیم. ما با مذهب کاری نداریم، ما با رابطه عاشقانه با خدا، با خودم، با خانوادم، با خلق خدا. فرمول خیر اول و دوم نداره. امروز خداست، اینک خداست. دیروز اونا که تظاهرات بودن خلق خدا بود. با خانوادت وقت میذاری، اونها رو میفهمی، خانوادت هست و گاهی هست به داد خودت میرسی. مهم نیست از یک دوش گرفتن تا یک مسافرت، به خودت فکر میکنی. خدای ما دور از منطق و شعور انسانی که نیست، ماورای این هست. آنچه را که انسان ها درک کردن، اگر خدا دوستیست، خود دوستیست، خدا دوستیست، خدا اینو نمیفهمه، خدا اینو درک نمیکنه. خودش به من رو تو گفته. چرا که در انجیل مرقس 12 اشاره میکنه، از آیه 28-31 میگه همان مقداری که خودت رو میفهمی خدا رو و همسایت رو دوست داشته باش. پس 2000 سال پیش مسیح رو میگه؟ نه، کتاب تثنیه چند هزار سال پیش داره این رو میگه و مسیح داره یادآوری میکنه. پس عهد عتیق و عهد جدید پیامش عشق و صلح و محبت در موقعیت حتی واقعیت ما هست اگر ما بمانیم. پس قراره برای این نیست که اگر یک روز شما غمگین دیدید رسول رو، یه روز عصبانی دیدید رسول رو، یه روز آشفته دیدید رسول رو، تعجب نکنید. چون اگه تعجب کنید رسول از شما تعجب میکنه، چون من آدمم دیگه، منم ناراحت میشم، منم افسرده میشم، منم خسته دل میشم، منم میفتم. شما هم همینطور، همه ما چون آدمیم، اگر نبودیم احتمالا این اتفاقا برامون نمیفتاد. حداقل اون سلامتی روان نسبی رو اگر داشته باشیم، این واکنش ما نسبت به موقعیت های اطرافمون هست. پس قرار بر این نیست که ما قدوس باشیم. ما چی هستیم؟ ما مقدسیم. برابر ما مقدسیم. مقدس یعنی جدا. خداوند از ما خواست که ما مقدس به مرور زمان میشنویم و به مرور زمان تو جایگاه درست قرار خواهیم گرفتش. شاید خیلی ها رو قدوس میدونن، از جمله خیلی از مسیحی ها هستن که پاپ رو قدوس میدونن. حتما اشتباه میکنن، چون قدوس پدر، پسر، روح القدس، دست تمام، فقط همین. انسان نمیتونه قدوس باشه. اگر نه همون اشتباهی که برای اون شخص کشیش پیش اومد برای بقیه هم پیش میاد. میدونید قصتشو که چند نفر میدونن؟ اونایی که میدونن بگن، به اونایی که نمیدونن.
شخص مستی وارد اتوبوس میشه و همین که پلی پلی میره داشته تکون میخوره میره میشه روی صندلی کنار یک کشیش. شروع میکنه شعر خوندن و اینا، کشیش هم میرفته کنار. آخر سر فکر میکنه میگه آقای کشیش، روماتیس چجوری به وجود میاد؟ از چیه؟ کشیش هم که فکر کرده این روماتیس داره، شروع میکنه میگه از گناه، از مستی، از مشروب خوردن زیاد. با عصبانیت یه چند دقیقه میگذره، کشیش میگه عجب حرفی زدم، من خادم خودم الان باید برای یه دعایی میکردم. بعد بهش میگه که ببینم خیلی وقت روماتیس گرفتی؟ میگه نه من که روماتیس نگرفتم، تو روزنامه خوندم پاپ روماتیس گرفته. همه ما انسان‌ها دارای نقطه ضعف‌ها و نقطه قوتی هستیم. قرارم نیست برای هم دیگه فیلم بازی کنیم، قرار نیست. من که به عنوان کشیش در این کلیسا خدمت میکنم، چه بسا از چشم خدا من گناهکارتر از شما باشم، چون خدا از من مسئولیت بیشتری میخواد. پس ما اینجا نیستیم که خودمونو بلند کنیم، هرگز هرگز. اینجا هستیم نام مسیح رو بلند کنیم و همونونه که کلام خداوند من و شما رو تشویق میکنه، تعلیم میده. من نیز مکررن حتی به تکرار شماها رو تشویق بکنم به زندگی سالم، به یک رابطه خوب و عاشقانه، به یک اتوریتی خوب که از روح القدس پر بشید. وقتی دعا میکنیم با اقتدار دعا کنیم، چرا که ایمان داریم روح خدا در منه. میتونیم اینو اعلام کنیم؟ ایمان دارم روح خدا در من است. اعلام کن. آمین. پس اگر روح خدا رو داری با اقتدار دعا کن. دعای ما این نیست، اگر من دعا میکنم برای شخص مریض که میدونم کلام خدا میگه اراده خدا، این داله برای نیستش که من دعا میکنم برای شخص مریض، حالا خدای اراده تو هست این خوب بشه یا نه، من کی هستم؟ حتی اینم نگید، چون اراده خدا نیکوست. چون کلام خداوند میگه خدا جهان را به نیکویی آفرید و انسان رو به شباهت خدا آفرید. این هدف رو مسیح ادامه داد، چون انسانی که روح القدس رو دست میده دیگه چگونه میتونه شکل خدا بشه؟ مگه خدا شکل فیزیکی داره؟ خدا که شکل فیزیکی نداره. ما فقط به توسط پوری روح القدس میتونیم. پس این چهار پایی میز ایمانت رو تقویت کن. به طور خاص این روزها کلام رو بخون تا حکمت رو بگیری مطابق کلامش. مطابق مزمور 11 میگه شناخت خدا به تو حکمت خواهد داد. از روح القدس پر شو تا قوتش رو بگیری، تواناییش رو بگیری. خدا رو خدمت کن تا حفاظت خدا رو ببینی بگیری. کدوم اربابی هستش که کارمندش، حالا در گذشته غلامش رو، وقتی میبینه توی مشکلی هست اون رو رها کنه؟ مگه غیر از این هست؟ اون افسر رومی میگه مساحت طولانی رو اومد پیش مسیح، گفت خادم من داره میمیره. چرا؟ چون دوستش داشت. چقدر بیشتر خدا، من و شما خادم او هستیم. آمین. چرا؟ چون میگه نور و نمک هستیم، سفیران هستیم. حتی شما میگه برای من که کاری نمیکنم، من میام رو همین صندلی فقط میشینم. تو خادم خدایی برادرم، امروز شما خادم خدا هستید، اینجا آمدید. خدا رو شکر برای وجودت. میزبانت مسیحه، میزبانت مسیحه. اتفاقا مسیح میخواد بگه در طول این سالها که شما برادرم هنرتو ایجاد کردی در بین ایرانیان، دلها رو شاد کردی، آروم کردی، تسلی دادی، خدا امروز میخواد بهت بگه فرزندم تو کاری رو کردی که من خواستم. پس دوستت داره برادرم. تمام کسایی که تو کارهای هنری هستن و در فکر و اندیشه این هستن نیکویی بکنن، ما شکل خدا آفریده شدیم. اگر پزشکی عشق اینو داره شفا بده یک نفر رو، چون شکل خدا آفریده شد. این کشش از وجود اون ایجاد شده؟ نه، از خدا گرفته شده، با اون داده شده. اگه وکیلی با دلسوزی میسته برای برقراری عدالت، به خاطر چیه؟ به خاطر که شکل خدا آفریده شده. اما وقتی که روح خدا در او قرار میگیره، با اقتدار زندگی سالم میکنه. اون وکیل میسته با اقتدار و دفاع میکنه از موکل خودش، حتی شده جانش از دست داده بشه. ما الان در ایران وکلایی رو داریم، کسی نمیشناسه،
که اینها به مسیح ایمان آوردن تا پای جان برای موکلین ایستادن و من با اونها در تماس هستم. پزشکانی داریم به مسیح ایمان آوردن پنهان هستن. متخصصینی داریم به مسیح ایمان آوردن و این روح القدس هست که اونها رو ملزم میکنه. پس اگر دعا میکنی برای زندگی خودت به قوت روح القدس که در تو هست و قدرت و توان اینو داره 100% دعای تو رو اجابت کنه. چرا شک میکنی؟ چرا میترسی؟ چون با واقعیت بیشتر نزدیکی تا با حقیقت. اگه به پری روح القدس خودت رو تقویت کردی، این رو بدون دعای تو اجابت خواهد شد. این رو من نمیگم، مسیح میگه بطلبید تا به شما شاید بدم شاید ندم. کجای کلام اینو گفته؟ مسیح میگه، کلام خداوند میگه، یعقوب اعلام میکنه، اولین شهید، عذر میخوام اولین شهید نبودش، برادر عیسی مسیح بود، یعقوب اعلام میکنه در باب 5 آیه 16 میگه برای همدیگه دعا کنید تا شفا شاید بیابید شاید نیابید. بله نه دیگه، بعد از شمعی راست میگفت من خوش به حالا مال من نیمال مسیحه. پس با اقتدار بیستیم. وقتی ما میگیم میخواییم برای ایران دعا کنیم، برای ایران چی دعا میکنیم؟ ما دعای ما باید هدفمند باشه. دعای کلیسای پرستانان مسیح از سال 2017 هدفمند شده برای ایران. سرنگون باد نظام اسلامی در نام عیسی مسیح. بقیش شما بگید آمین آمین آمین. اعلام کن صدای من و تو به آسمان خواهد رسید. این دعای هدفمنده. ما دعا برای خامنه ای نمی کنیم. ما دعا برای پاسدارا بسیجیا نمی کنیم که دعا کنیم خدای قلب اونها رو لمس کن. الان باید لمس بشه، حتی شده باید بترسن. اگر نمی ترسن یعنی قلب اونها متاسفانه مال شیطانه. چرا دعاهای بیهوده می کنیم؟ وقت نداریم، اما می خواهیم به چند تا آیه بپردازیم. بریم با هم دیگه دوم پتروس 1:3-15 از شریف خواهیم خوند. همونگونه که عرض کردم سعی میکنم با هدایت خدا مطالب خیلی ضعیف آماده کردم، اما واقعا منتظر هستم که روح القدس با قلبم صحبت کنه. عزیزان میدونید من معمولا به دفتر موعظه‌ام مراجعه میکنم. این روزها تو این هفته این کارو نمیکنم، پس شاید تا شب در خدمتتون باشیم. یه میذارم روح القدس چی بگه. اوکی هستی؟ جرأت دارید بگید نه؟ بله بفرمایید. قدرت الهی آنچرا که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است. قدرت الهی، قدرت الهی از کجاست؟ از روح القدسه. پس از روح پر شو، به خداوندت وقت بده مطابق آنچه که در مزمور 92 میگه صبحگاهان رحمت او رو بطلب. برو در حضورش شکرگزاری کن. خدایا یک روز دیگه چشمانم رو باز کردم، دارم دنیا رو میبینم، دارم خانواده هم میبینم، دارم خودم تو آینه میبینم. به من دوباره یه فرصتی دادی تا بیشتر به تو نزدیک بشم. و شامگاهان عدالت تو رو، امانت تو رو من به یاد بیارم. به یاد بیار، خودتو تقدیس کن، وعده های خدا رو به یاد بیاری، با آرامش بخوابی تا با قوت خدا زندگی کنی. تو اگر دیدی همسایت، دوستت، فامیلت زنگ زد گفت من یه مریضی دارم، میگی بذار به کشیش رسول زنگ بزنم. چرا؟ خودت دعا کن براش، چون همون روحی که رسول داره تو هم داری. روح القدس به همه ما داده شده، اما باید اون رو تقویتش کنیم. تا زمانی که تقویتش نمی کنیم احساس ضعف میکنیم، احساس خستگی میکنیم، احساس ترس میکنیم، نگران میشیم، بیشتر مغرور میشیم، بیشتر اشتباه میکنیم. پس لازم داریم این چهار پایی میز ایمان رو تقویت کنیم. بله؟ تا ما بتوانیم کسی که ما رو خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم. سهیم شویم یعنی من سهمی دارم، چون مسیح گفت بروید برای مردم دعا کنید. به من این رو گفته و تا به امروز شاهد بر این هستم. چقدر انسانهایی بودن که با فیض خدا دعا کردیم مسیح شفا داده، من که کاری نکردم. من اگه کاری کردم همین موعظه است که امیدوارم با فیض خداوند به قلب ایرانی ها نشسته باشه. این که بشارت دادم این خدمت منه. شفا دادن کار من نیست، تسلی دادن کار من نیست، رفع مشکل توی زندگی تو کار من نبوده، من فقط دعا کردم. نبوت کار من نبوده، این کار روح القدسه. پس بذار روح القدس در تو هم آزاد باشه،
به آزادی دعا کن برای دیگران، محدود نکن. مبادا به خودت بگی من شایسته نیستم. تو شایسته ای چون خون مسیح بر تو هست. چرا میگی خداوند من که شایسته نیستم؟ تو شایسته ای، من نمیگم، کلام خدا میگه تو فرزند خدا هستی، شاهزاده هستی، سفیر هستی، نور و نمک هستی، همکار خدا هستی. چرا این حس رو به خودت میگیری؟ این پایه ها یکیش میلنگه یا دوتاش میلنگه؟ پایه ها چگونه است؟ پایه ایمان تو تقویت کن تا با اقتدار صحبت کنی. مردم ما در ایران شاهد آزادی ایران خواهند شد. ما ایمان داریم نظام اسلامی 100% سرنگون میشه، اما بعد از این به من و تو نیاز دارن تا ما برای اونها دعا کنیم، شکست دلان رو دستگیری کنیم، زنان خیابانی، خانواده های بی سرپرست، یتیم ها رو. این رویای ما هستش. ما به عنوان فرزندان خدا در ایران آزاد چه کار داریم بکنیم غیر از این؟ مگه غیر از این هست که ما سفیران هستیم؟ سفیر کی هستیم؟ سفیر آمریکا که نیستیم که، ما سفیر خدا هستیم. پس با اقتدار برای خودت دعا کن، آزاد که شدی برای دیگری دعا کن. نوبت دیگری هست. بله. بنابراین از وعده های بزرگ و گرانبها بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی که زائیده تمایلات جسمانی است بگریزید. خود پتروس این رو تجربه کرد. پتروس به مسیح گفت من تو رو منکر نمیشم، اما همه میدونیم چند بار اون رو منکر شد؟ سه بار. چرا سه بار؟ چون مسیح گفت بعد از سه بار تو من رو منکر میشی. اون سه رو گذاشت یک قرار داد. اونهایی که تو کار سم ماتریس هستن، پرس هستن، میدونن برای پرس تو کار سم ماتریس یه قرار میذارن که بیشتر از اون وزنه نیاد پایین. اون پرس یه قراره، مسیح یه قرار گذاشت. در غیر این صورت پتروس 300 بار مسیح رو منکر میشد. همون یه دفعه ذهنش رو بیدار کرد. و ذهنش روی صدای خروس بود، بانک خروس. پتروس دید یه خلایی در وجودش هست، حتی آنچه رام که میخواد نمیتونه. و اون چی بود؟ روح الپری روح القدس بود. بعد از اینکه پنتیکاست اومد و رسولان از روح القدس پر شدن و بیشتر از اونها میدونیم که ایرانی ها اونجا بودن، ایرانی ها اولین قشری بودن که به مسیح ایمان آوردن، مطابق آنچه در اعمال رسولان باب 2 داره اعلام میکنه. پتروس وقتی که تقویت شد، بعد از این میگه یوحنا و پتروس بعد از اینکه از روح القدس پر شدن در کنار خانه خدا بودن، وقتی که دیدن شخصی که فلج مادرزاد بوده، میگه به اون چجوری نگاه کرد؟ کسی یادش هست؟ میگه نیک نگاه کرد. خدا جهان رو به نیکویی آفرید. هوشیار باشیم، اگر از روح القدس پر میشی دیگه نیکه، یعنی خوب میبینی، با شک نمیبینی، با ترس نمیبینی، با نگرانی نمیبینی، با خستگی نمیبینی، با داوری نمیبینی. نه خدا حتما خواسته این مریض بشه، به من چه مربوطه؟ این گونه نگاه نمیکنی، مثل خدا نگاه میکنی و با قدرت براش دعا میکنی و انجام خواهد شد. و پتروس فقط گفت به اون شخص بلند شو. شخصی که فلج مادرزاد بوده، عزیزان میدونم فلج مادرزاد دست و پا نه تنها فلجه بلکه کجه، یعنی یه حالت پیچیده است و چنین موقعیت رو ایجاد میکنه. و رسولان در طول اعمال رسولان ما میبینیم همین گونه. اول میگه نیک نگاه کردش. بله. و در الوهیت خدا شریک و سهیم شوید. به این سبب شما باید سخت بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، معرفت را با پرهیزگاری، یعنی با شناخت درست. وقتی پتروس توی اعمال رسولان باب 12 اعلام میکنه هیرودیس که نوه اون هیرودیسی بود که مسیح زمان تولد مسیح بود و در صدد کشتن مسیح بود، این حالا نوش، بازم اسمش هیرودیسه، وقتی که یعقوب اولین شاگرد مسیح رو اعدام میکنه میکشه، بعد از اون میبینه فریسی ها خیلی خوشحال شدن و میاد تصمیم میگیره پتروس رو نیز بکشه. پتروس وقتی میذارن تو زندان میگه کلیسا پیوسته ایستادن و برای پتروس دعا کردن. اتفاق بعدی این بود، پتروس توی زندان بود، فرشتگان رفتن توی زندان،
درها رو همه رو باز کردن و پتروس اومد بیرون. طوری که وقتی رفت در خانه رو زد، داشتن دعا میکردن برای پتروس، پتروس در خونه رو زد. داری دعا میکنی برای مشکلاتت، مشکلاتت حل شده. ناامید نباش، مشکلاتت حل شده. صبور باش، هر چیزی به وقتش خودشو نشون میده. مشکلت حل شده، چرا نگرانی؟ چرا میترسی؟ چرا عذر میخوای؟ قر میزنی و شکایت میکنی؟ از این رو کلام خداوند میگه پیوسته برای هر چیزی شکرگزار باشیم. افسوسیان 5:20 میگه برای هر چیزی مشکل داری، خداوند تو رو شکر میکنم، تو به داد من میرسی. مطابق آنچه که در رومیان 8:28 تو اعلام میکنی، مشکلات و سختی ها همه برای کسایی که تو رو دوست دارن و اراده تو رو میخوان به خیریت تبدیل میشه. خداوند من میدونم این به خیریت تبدیل خواهد شد و این رو اعلام کن و شاهد خواهی بود. مشکل تو حل شده اما میترسی، هنوز نگرانی، هنوز خسته خاطری. نظام اسلامی سرنگون شده، هنوز یه عده میگن نه الان تفرقه میشه، الان امکان داره که تجزیه بشه ایران، وای فلان میشه، مثل سوریه میشه. او سرنگون شد، تموم شد، دارن بقیه ثروت ایران هم اینا میدوزن میان بیرون، به فکر این هستن. این شایعات رو بذاریم کنار. جمهوری اسلامی سرنگون شده، آمین. ما چیزی به نام حکومت اسلامی در ایران نداریم، ما ایران آزاد رو داریم میبینیم. چرا؟ این آزادی در وجود خود ایرانیان هست. بله. پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، خداشناسی را با دوستی مسیحایی و دوستی مسیحایی را با محبت خالص تکمیل کنید. آمین. پولس رسول، شما همه میدونید، جز کسایی بود که جفا میکرد به مسیحی‌ها و بعد از اینکه مسیح رو ملاقات کرد و ایمان آورد به عیسی مسیح، وقتی داشت در اعمال رسولان باب 13 میگه، وقتی داشت بشارت میداد پادشاهی رو، یک دفعه یک جادوگر اومد مانع او شد. خب اگه من الان اونجا بودم به من خورده میگرفتن. بعد رسول به این جادوگره دعا کن. حالا من میگفتم میخوام نهیب بدم. بعد رسول یه مسیحی چرا باید بگه سرنگون با جمهوری اسلامی؟ هنوزم اقلیتی هستن اینو میگن متاسفانه. ولی میخوام این آیه رو بخونم براتون از اعمال رسولان 13:9-12 که خلاصه شو میگم. پولس پر از روح القدس شد. پس پر از روح القدس شد، بر اون نیک نگریست، یعنی با اقتدار، با اتوریتی بهش نگاه کرد. ایمان داشت به کاری که داره میکنه، ایمان داشت به روح خدایی که در او هست، ایمان داشت به کلامی که خونده، به اون وعده داده به طلب تا به تو داده شود. و نهیب زد. نهیب همون سرنگونیه، افتادنه. و چشمان او تا مدتی کور شد. اون آقای جادوگر چشماش کور شد. پس ببین تو این من و شما میتونیم دعا رو بکنیم. هوشیار باشیم. شما میتونید سرنگون باد نظام اسلامی بگید، سرنگون باد حکومت اسلامی. دولت هایی که از طرف خدا نیستن، باعث ظلم و ستم هستن. پس این اقتدار به من و تو داده شده، این اتوریتی به من و تو داده شده. اگر کلام خداوند اعلام میکنه در انجیل لوقا باب 10 اعلام میکنه که وقتی روح القدس رو دارید از قدرت و قوت من پر میشید، یعنی از توانایی من و اتوریتی من. این شجاعت در شما هست. یک افسر چگونه میتونه اقتدار داشته باشه توی خیابون وقتی میره؟ چگونه یک پلیس چگونه میتونه اقتدار داشته باشه؟ با چی؟ با لباسی که تنش هست. اگه لباس تنش نباشه خب کسی نمیدونه. مثل من که نیستش که مثلا لباس عادی دارم، به من میگن کشیش دارم، من میگید کشیش بباش، من لباسم کشیشیه. یه لباس تو تنش هست و اون لباسش بهش اقتدار میده. میدونید شما ها لباس مسیحانه تو تنتونه؟ نگاهش کنید، تقدیسش کنید. اگر شما سربازان هستید، مطابق نامه افسوسیان باب 6 از آیه 10 تا 18 کلاخود پوتین، سپر تو دستت، شمشیر تو دستت، کلام خداست، مجهز شو. اگر به این مجهز بشی، اینو بدون، شیطان از تو فرار میکنه، میگریزه. وقتی میری وارد یه خونه میشی، میخوای دعا کنی اون شفا بگیره، بهت قول میدم اون شفا میگیره، اون شفا گرفته، فقط تو میری دعا میکنی، چون قدم تو قدم فرزند خداست. خودتو کم نبین. متاسفم، امیدوارم کسی از دست من ناراحت نشه. به طور خاص اگه کسی با دیدگاه اسلام هست، اسلام اقتدار و اتوریتی مسلمانان رو گرفته.
روحیه دیگه‌ای بهشون داده متاسفانه. مسیح اقتدار فرزندی میده. هرگز در انجیل نمیخونیم یک نفر کافره، یک نفر نجسه، چون مانند انجیل فکر نمیکنه. همه فرزندان خدا هستن. هیچ چیزم قرار نیست تحمیل بشه بر کسی غیر از عشق و محبت. اگر خواستن بردارن، نخواستن بر ندارن. این عشق الان در قلب توست، باربرش کن، باربرش کن. از خدا بخوا که خداوند به من برکتی بده. از همین امشب میخوام شب که میشه وعده های تو رو به یاد بیارم. میخوام بیستم برای وعده های تو. میخوام برای تو خدمت کنم. میخوام این 4 پایه رو تقویتش کنم در خودم. و تو کمکم کن. بله؟ اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد، همیشه در شناسایی خداوند ما عیسی مسیح فعال و پرثمر خواهید بود. بله، پر از ثمر. ثمرش چیه؟ غلاطیان 5:22. کسی که روح القدس داره، میوه سلامتی با اونه. چی هست؟ یادتون هست؟ شادی، امید، ایمان، خوشی، تواضع، فروتنی. 9 پایه اصلی یک شخص سالم با او خواهد بودش. و سخن من و شما سخنی خواهد بود که پرنفوذ هست و تأثیر میذاره. از این رو سلیمان در کتاب امثال 18:21 میگه موت، مرگ و حیات در قدرت زبان است. زبان کی؟ کسی که روح القدس داره. پتروس دعا میکنه، مفلوج شفا میگیره. پولس دعا میکنه، جادوگر کور میشه. پس این قدرت در من و تو هست. خودتو ضعیف نبین. موت و حیات در قدرت زبان است و آنانی که آن را دوست میدارن میوه‌اش را خواهند خورد، که همون ثمره روح القدس هست که آرامش و شادی است، هم برای خودت هم برای دیگران. بله؟ ولی کسی که فاقد این صفات باشد چنان کور و نزدیک بین می شود که فراموش می کند چگونه از گناهان گذشتهش پاک شده است. پس ای بله. برادرم دیگه اعتماد به کلام خدام نداره. حالا کلام خداوند میگه تو فرزند من هستی، تو دعا کن، شفا میاد، آرامش میاد، زندگی دوز میشه. سسته. کلام خداوند میگه برو بشارت بده، بشارت نمیده. کلام خداوند میگه بابا هدایا به 10:1 بیا به خانه من، من تو را برکت خواهم داد. بازم میگه مگه میشه؟ آخه نمیشه، واقعا منطقی نمیشه. من اون اوایل ایمانم هرگز فکر نمیکردم هدایا به 10:1 بدم. گفتم بابا این دیگه مذهب یعنی چی؟ دوباره خمس و زکات شد. برای ما مسلمان ها که قبلا مسلمان بودیم، مسلمان زاده، بسیار سخته مسئله 10:1. و این مثل یه فوبیاست. خودتو آزاد کن. چند سال پیش دوست عزیزی اومد پیش من. یه لطفی کنید قبل از اون میخوام یه نفر کتاب ملاکی، کی کتاب مقدس داره دیگه؟ کتاب ملاکی رو باز کنید لطفاً. کتاب ملاکی باب 3 10-11 رو داشته باشید. سپاسگزارم. بعد میکروفون رو بگید بخونید بعد دوره جان. اومد پیش من گفت بعد رسول شما اینقدر گفتید خداوند در کلامش گفته اگر 10:1 بدید من شما رو چندین برابر برکت میدم. گفتم بله. گفت ولی اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. گفتم من اونجا چی باید میگفتم؟ گفتم کلام خدا میگه، من نمیگم. کلام واقعا کلام خدا میگه، من که نمیگم. ولی گفت یه اتفاق دیگه افتاد. گفتم چه اتفاقی؟ گفت متوجه شدم با اینکه من 10:1 درآمد خودم رو دارم به خانه خدا میرم، اما هیچ موقع کم نیاوردم تو این 2-3 ماه. گفت تعجب کردم. رفتم کاملا نگاه کردم به حسابم، به خرجام، و متوجه شدم، دیدم که من تو این ماه، تو این 2-3 ماه پول خرابی ماشین رو ندادم، پول برای دکتر ندادم و جایی بی خودی یا جریمه ندادم، جایی بی خودی پول خرج نشده. اما به ماهای گذشته دیدم چنین اتفاقی زیاد برای من افتاده. میخوام این قسمت این کلام رو بخونیم لطفاً. کتاب ملاکی رو بخونیم. میخوام بگم چرا این اتفاق میفته برای شماها که 10:1 میدید، هدایا میدید. اگه قلبتون این رو درک کنه، اگه درک نکنه به خاطر اینکه من میگم لطفاً ندید. چون کلام خدا میگه خوشی دل، خوشی دل یعنی به اون درجه رسیده باشی از نظر بود روح که درک کنی چرا باید 10:1 بدی. بله بفهم. کتاب ملاکی باب 3 10-11. 10:1 ها را به طور کامل به خانه من بیاورید.
تا خوراک کافی موجود باشد. یعنی اینکه بتونه اون کلیسا خداوند خوب خدمت کنه. حالا ما که شبکه امید جاودان داریم، خدمات دیگه اجاره اینجا رو داریم، جدیدن آفیس گرفتیم با فیض خداوند، بتونیم اون آفیس رو تکر کنیم. بله، به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان را می گشایم. خیلیه، خدا میگه من امتحان کن. هیچ کجا نمیگه من امتحان کن، اینجا میگه من امتحان کن. امتحانش کن دیگه، امتحانش کن. بعد بگو خودت تقصیر، نه به من بگید من تقصیر کارم، من از کلام خدا دارم میگم. بله، و شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید. آمین. خداوند متعال میفرماید نمیگذارم حشرات و آفات محصول شما را از بین ببرد و انگور تاکستان های شما را نابود سازد. یعنی خورنده اجازه نمیدم وارد زندگیتون بشه. پول بدید برای تصادف، پول بدید برای مریضی ها، پول بدید یه جاهای بیخودی پول بره. رفته از این پولا یا نه؟ در طول زندگیمون دادیم دیگه، نکنه فقط من دادم، شما هم دادید. بره هممون این پولا میگیم ای وای 500 دلار رفت. یعنی چند سال پیش من تلفن موبایلم تو دستم بود، همین که داد من پلیس از کجا اومد بزن کنه 300 400 دلار فرید، یادم نیست دقیقاً چقدر، ولی رفت دیگه. میدونید خواستم برای یه نفر دعا کنم، باور کنید قسم دعا بود رفت، اما میاد از این. نمیخوام بگم اگر شما 10-1 بدید چنین اتفاقی نمیفته، ولی خداوند مطابق وعده‌اش گفته خورنده رو میگیره. ببین خورنده کجاست، ماه گذشته چقدر خورنده اومده سراغت. خدا مانع این میشه. بله، اقوام دیگر شما را خوشبخت میخوانند زیرا سرزمین شما سرزمین حاصل خیزی خواهد بود. آمین آمین. میتونیم برای این کلام خدا دست بزنیم و بهش اجرا کنیم. تشویقتون میکنم امتحانش کنید. آیات آخرم بخون زاده جان، سپاسگزارم. پس ای برادران من، هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما جز دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید. پس کوشش من کجاست؟ مطابق کلام خدا رو میخونم تا دانش داشته باشم. دانش من به من کمک میکنه ایمان من استوار بشه. روح القدس در حضور خدا میرم، روح القدس بینش منو تقویت میکنه. و چون روح القدس بینش منو تقویت میکنه، کنش در من ایجاد میشه. اعمال من نیز نشون میده من حقیقتا شاگرد مسیح هستم. بله، اگر چنین کنید گز لغزش نخواهید خورد. آم. به شما اجازه میشود با بزی به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح وارد شوید. آمین آمین. هللویا. پس مقتدرانه دعا کنید، زندگی کنید، امیدوار باشید، بشارت بدید، خانه خدا بیایید، خدمت کنید و خدا شماها رو برکت خواهد داد. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. به آن چیزی که شنیدیم، به آن چیزی که شنیدی شاید خیلیاش برات قابل درک نبوده، شاید به خاطر خستگی حتی نتونستی خیلی توجه بکنی. مهم نیست، خدا همه اینا رو درک میکنه. اما از روح القدس بخوا که پیام این کلام، نه رسول، پیام این کلام دوم پتروس 1:3-15 چی بود؟ پیام کتاب ملاکی درباره 10:1 و هدایا چی بود؟ بخوا او برات مکشوف کنه. فرزند خدا هستی، خداوند تو رو برکت داده، بهت عطایا داده، تو عطایا داری تا بتونی خداوند رو خدمت کنی. ازش بخوا همین الان. اگر میبینی موضوعاتی هست که مانع هست، توبه کن برای اونها. اگر گناهی هست، اگر اشتباهی هست، اینک جایگاهی هست که میتونی به راحتی تحت شستشوی روح القدس قرار بگیری. بذار ذهنت رو بشوه. یک مثال اروپایی میگه کسی که وجدانش ناراحته همیشه میترسه. خودتو از این ترس آزاد کن. اگه میترسی یه جا خرابه، یه جا یه اتفاقی افتاده، پاک کن. بذار با ایمان مقتدرانه زندگی خوبی داشته باشیم.
پدر جان اینا که از تو میخوام در نام عیسی مسیح مطابق فیضت ای خدا عمل کرده. روح مقدس تو باشه، لمس تازه‌ای کنه ای خدا. تک تک عزیزانی که اینجا با ما هستن، عزیزانی که روی دنیای مجازی با ما هستن ای خداوند، و با ما در این دعا متحد هستن. افکار و دل و احساسات ما رو مطابق فیضت از هر اشتباه، از هر گناهی، از آنچه که از طرف تو نیست، از هر ضعفی بشور خداوند. اینک میخواییم وفادار به تو و کلام تو و روح مقدس تو باشیم ای خداوند. پس ما رو تقویت کن. هفتهی که در پیش داریم با اقتدار در نام تو عیسی مسیح زندگی کنیم، سخن بگیم ای خداوند، تحت پوشش فیض تو احساسات درست و اعمال درستی داشته باشیم. از تو میخواییم خداوند آنچه که به زبان ما میاد برای دعا تو با فیضت اجابت کنی و به ما ای خداوند یک بار دیگه با فیضت ثابت کنی در قلب ما که نام تو نام اجابت کننده دعاهای ما هست ای پدر جان. و سرزمین عزیزمون ایران رو مطابق فیضت ای خداوند تو دست نوازش بکش در این روزها. قلب ایرانی ها رو لمس کن ای خدا به محبت خودت. حقیقت تو بر ایران و ایرانیان آشکار بشه که تو خدای محبت هستی، خدای عدالت هستی، خدای رحمت هستی، خدای حکمت هستی خداوند، و به تو ایمان بیاورن و سرزمین ما رای خدا از اسارت تاریکی قدرت حکومت اسلامی تو رهایی بده پدر جان. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین آمین آمین.